خب امروز روز 19 بهمن است، یعنی روز بیعت شگفتی ساز نیروی هوایی، روز یک حرکت تاریخی و نقطه عطف از سوی نیروی هوایی. از نسل کنونی نیروی هوایی شاید هیچ کس در اون روز حاضر نبوده، جوان ها که اون روز به دنیا هم نیامده بودن بسیارشون، ولیکن معتقدم که همه اون کسانی که امروز در نیروی هوایی با احساس مسئولیت کار میکنن در اون اعلام پیوستگی شریکن، در اون حرکتی که اون روز انجام گرفت، همین شماها که اون روزم نبودید، شاید در نیرو نبودید، یعنی اغلب سابقه کاریتونم این مقدار نیست، لکن در افتخار اون روز و در فضیلت اون روز شماها شریک. چرا؟ برای خاطر اینکه اون روز اون جوانهایی که آمدن، افسر و درجه‌دار و عمدتاً همافران در اون جلسه، در اون دیدار عجیب شرکت کردن و بیعت کردن، این بیعت بیعت با شخص نبود، این بیعت بیعت با هدف‌ها بود، بیعت با آرمان‌ها بود، بیعت با اون جهاد مقدسی بود که امام فرمانده مقتدر اون جهاد بود. اینها آمدن نیروی هوایی رو آوردن زیر چتر این فرماندهی مقتدر و با عظمت و شگفتی آفرین. این کار یک کار معنوی بود، لذا این کار جریان داره، این کار یک قضیه ای نبود که حالا اون روز اتفاق افتاد و تمام شد، نه، این کار در جریان. هر کس در هر دوره ای که در مسیر اون آرمان ها حرکت کنه، در واقع در این حرکت سهیم و شریکه. بنابراین شما هم جزو کسانی هستید که از افتخارات 19 بهمن بهره مندید. حرکت اون روز نیروی هوایی ضربه آخری بود که بر پیکر پوسیده رژیم پهلوی وارد شد و خیمه منحوس رژیم پهلوی رو خوابوند، نابود کرد. این حرکت حرکت تأثیرگذاری بود، بسیار تأثیرگذار بود این حرکت. در واقع همون روز امام رضوان الله علیه تو صحبتشون فرمودن، خطاب به همون جمعی که آمده بودن، فرمودن که شما ارتش رو آزاد کردید، ارتش رو از خدمت طاغوت به خدمت اسلام درآوردید. تا امروز در خدمت طاغوت بودید، حالا آوردید در خدمت امام قرار دادید. اونا شعار میدادن ما همه سرباز توییم، امام فرمودن شما سرباز امام زمانید، سرباز قرآن و اسلام هستید و آمدید در این راه دارید حرکت میکنید. واقعش هم همین بود.